بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المظلومين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة، إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. هدیه به پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، اجماعا صلواتی مرحمت فرمایید. در ادامه بحثی را که از آغاز دهه دوم فاطمیه شروع کردیم تحت عنوان مقام زن از دیدگاه اسلام و الگوی فاطمی برای این منظور، به این سوال و به این پرسش می رسیم که آیا دین مبین اسلام برای زن و برای قشر بانوان تا چه اندازه حساب تکاملی باز کرده است؟ به عبارت دیگر، از دیدگاه اسلام زن تا کجا میتواند پیش برود و تا چه مقامی میتواند عروج کند؟ آیا زن هم میتواند دوشا دوش مرد تا مقام انبیا و اولیا و ائمه اطهار علیهم السلام و پیشوایان معصوم علیهم السلام هم پیش رود، یا برای او حدی و حدودی در نظر گرفته شده است؟ پاسخ این پرسش این است که از دیدگاه دین مبین اسلام تفاوتی بین مرد و زن در عروج و در رفعت مقام وجود ندارد. هر دو انسانند و خدا انسان را خلیفه خودش قرار داده است و خدا انسان را تنها امانتدار خودش قرار داده است و انسان می تواند به اوج کمال نائل آید به فضل خداوند و به لطف حق تعالی. در این زمینه تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد، مگر در مسائل عرضی، نه در مسائل ذاتی. به عنوان مثال، همونطوری که مرد میتواند به مقام رفیع عصمت نائل شود، زن هم میتواند به مقام عصمت نائل گردد. در ابتدای سخنم برای اثبات این مطلب چند حدیث برای شما ذکر میکنم و عمدن سعی کردم منبع این احادیث کتابهای اهل سنت باشد، گرچه کتاب‌های شیعه پر است از روایاتی که در باره این حقیقت صادر شده است. اما علت این که می‌خواهم از کتاب‌ها و منابع معتبر در نزد مسلمانان اهل سنت هم متنی آورده باشم این است که دیگر کسی نمی‌تواند بگوید این حدیث از باب تعارف، از باب به اصطلاح نوشابه باز کردن برای خودمون توسط علمای خودمون بیان شده است، بلکه حدیثی است علمای مسلمانان اهل سنت در کتابهای معتبرشان این احادیث را نقل کردند. حدیث اول، ابو عبدالله بخاری و احمد ابن حنبل که دو تن از محدثان معروف اهل سنت هستند، همراه گروهی از محدثان و راویان دیگر روایت کرده اند که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
فرمودند فاطمتو بضعت منی من اغضبها فقد اغضبنی و من ارضاها فقد ارضانی. صحیح بخاری جلد دوم و مسند احمد حنبل جلد چهارم و کتاب الجامع الصغیر نوشته مورخ و محدث و مفسر معروف اهل سنت آقای جلال الدین سیوطی جلد دوم. سه منبع معتبر از کتاب‌های اهل سنت این روایت را آوردن که پیغمبر فرمود فاطمه بخشی از وجود من است، هر که او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است و هر که او را خشنود کند مرا خشنود کرده است. اینک باید سوال کرد چه کسانی در صدر اسلام فاطمه را به خشم آورده اند که طبق این حدیث پیغمبر را به خشم آورده اند و چه کسانی فاطمه را راضی و خشنود ساخته اند که طبق این حدیث شریف پیغمبر اکرم را راضی و خشنود ساختند. حدیث دوم معتبر در نزد فریقین یعنی هم شیعه و هم سنی روایتی است که حاکم نیشابوری از محدثان بسیار مشهور و معروف اهل سنت این حدیث را نقل کرده است که پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها و در جای دیگر به خطاب به خود حضرت زهرا فرمود ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضا. سند این حدیث را هم خدمت شما عرض میکنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. سند این حدیث کتاب مستدرک الصحیحین هست، مستدرک حاکم نیشابوری نوشته حاکم. حاکم در اصطلاح اهل سنت به اون کسی میگویند که ده ها هزار حدیث را از حفظ باشد، بالاتر از حافظ است. حافظ مثلا چندین هزار حدیث را اگر از حفظ باشد به او میگویند حافظ در اصطلاح علم حدیث، و کسی که ده ها هزار حدیث را از حفظ و از بر باشد اصطلاحاً به او میگویند الحاکم. پس حاکم لقب است، اسم نیست، و این نشان میدهد که این شخص راوی در میان علماء اهل سنت از مقام بسیار بالایی در علم حدیث و روایت برخورداره. این راوی میگوید و این محدث بزرگ که پیغمبر اکرم فرمودند یا فاطمه ای زهرا خدا با خشم تو خشمگین و با رضایت تو خشنود میگردند. خب معنای این حدیث باید روشن بشه که آیا کفر است، شرک است، واقعیت است، توحید است، خدا تابع فاطمه است؟ نه، معنای این حدیث این است یک زن رسیده است به مقامی که غیر از خواست خدا خواسته ای ندارد، غیر از اراده خدا اراده ای از خودش ندارد، ذوب شده است در اراده حق، محو شده است در فرمان و دستور خداوند. فقط آنچه را خدا بخواهد او هم می خواهد و هر چه را خدا نخواهد او هم نمی خواهد. با این دو حدیث معروف مورد اتفاق شیعه و سنی که برای شما نقل کردم و سندش را هم از کتابهای معروف و مشهور اهل سنت بیان کردم، عصمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به اثبات میرسد. عصمت یعنی این که فردی به جایی برسد که او در راستای اراده خدا قرار بگیرد، چیزی را نخواهد مگر آن چرا خدا میخواهد و هر چرا که میخواهد آن چیزی است که خدا بخواهد. بنابراین هدفش رضایت خداست و یک ذره مویی
از این مسیر و از این خط خارج نمی شود. چنین کسی معصوم است. کسی برسد به جایی که آنچه او می خواهد همان است که خدا می خواهد و آنچه او بد می داند همان است که خدا بد می داند، این بالاترین رتبه و بالاترین مرتبه از مقام عصمت است. پس با این احادیث به خوبی روشن می شود که زن در رفعت مقام حد خاصی ندارد، همون گونه که مرد حد خاصی ندارد. خداوند زن و مرد را برای این آفریده است که در سایه عبادت و پرستش خداوند به مقام اولیاء اللهی برسند، به مقام ولی اللهی برسند. پس یک زن هم دوشادوش مرد می تواند به این مقام برسد. جواب سوالی که کردیم روشن شد. آیا زن همانند مرد می تواند به مقام عصمت، معصوم بودن در نزد خداوند برسد؟ پاسخ مثبت است. دلیلش را هم با دو روایت مورد اتفاق در نزد علماء اهل تشیع و علماء اهل تسنن خدمت شما عرض کرد. به همین دلیل است که ما می‌بینیم علارغم این که بسیاری از سران در صدر اسلام به زهرای مرضیه سلام الله علیها ظلم کردند، اما دانشمندان مسلمان، محدثان نامدار، چه شیعه و چه سنی، هیچ کدام نتوانستند فضائل حضرت زهرا را نادیده بگیرند و سخنان پیغمبر در فضیلت فاطمه را نادیده بینگارند. من چند حدیث دیگر برای شما نقل می کنم به شرط یک صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. حدیث اول از محدث معروف اهل سنت به نام اکرمه روایت می کند که پیغمبر اکرم کان النبی اذا اراد سفرن کان آخر الناس عهدن به فاطمه و اذا قدمه کان اول الناس عهدن به فاطمه. یعنی پیغمبر اکرم چنین بود که هرگاه به سفر می رفت آخرین کسی را که با او خدا حافظی می کرد فاطمه بود، و وقتی از سفر باز می گشت اولین کسی را که به خانه او می رفت و با او دیدار می کرد فاطمه بود. پیغمبر دختران دیگری هم داشت، اقوام و بستگانی هم داشت، دوستان و آشنایان نزدیکی هم داشت. پیغمبر اکرم رسول الله است، خودش معصوم است و این حرکت را به خاطر امر عاطفی انجام نمی دهد. شما داستان پسر نوح را شنیده اید. نوح یک لحظه خواست جنبه عاطفی را در هدایت الهی مدخلیت بدهد، خطاب شداد و غلاظ خدا نصیبش شد که انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، و از اهل تو نیست، ولش کن. درسته فرزند تنی توست ولی بچه تو معصوم نمی شود، یعنی بچه روحی تو نیست، رهایش کن، انه عمل غیر صالح. حساب پیغمبران با حساب مردم عادی جداست. پیغمبر نمی تواند یک لحظه از مسیر وحی الهی خارج شود. حتی درباره رسول اسلام خدا می فرماید اگر آن چرا که از تو خواسته ایم عمل نکنی و سخن ما را درست منتقل نکنی، قریب به این مضمون، ما رگ گردن تو را قطع خواهیم کرد، رسالت را از تو خواهیم گرفت. تهدید می کند. پیغمبر نمی تواند یک لحظه از خطی که برای او تعیین شده است خارج شود. پس اگر عاطفه دارد، به خاطر عاطفه اش نیست که دختر خانه اش زهرا میره. همونطور که شب اول عرض کردم، پیغمبر دختری به نام زینب داشت، دختری به نام رقیه داشت، دختری به نام ام کلثوم داشت، و بعضی از آنها مثل زینب حتی بعد از مهاجرت پیغمبر از مکه به مدینه زنده بودند و بعد از پیغمبر هجرت کردند و در مدینه هم مدتی زندگی کردند.
لذا شما به قبرستان بقیع که می روید یه بخشی قبور بنات الرسول هست، دختران پیغمبر، مسئولان روحانی کاروان، مسئولان کاروان، راهنماها برای شما توضیح می دهند که اینها در مدینه از دنیا رفتن. یعنی اینطور نبود که اینها نباشن و حضور نداشته باشن و تنها دختر پیغمبر فاطمه زهرا باشه و مسئله عاطفه مدخلیت داشته باشه. پیغمبر اکرم اگر به کسی احترام میگذارد به خاطر ارزش روحی اوست، به خاطر تعالی معنوی اوست. پس این دانشمند سنی وقتی میگوید پیغمبر وقتی میخواست مسافرت بره آخرین خانه ای را که زیارت میکرد خانه فاطمه بود و وقتی از سفر باز میگشت اولین خانه خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، یعنی از دیدگاه معنوی و رفعت مقام فاطمه زهرا به اوج رسیده است، اعز اعزا است در نزد پیغمبر، عزیزترین عزیزان است در پیشگاه رسول الله و این عزت، عزت معنوی است، عزت روحی است، کمال انسانیت است که در وجود حضرت زهرا سلام الله علیها تجلی یافته است. حدیث دیگری که برای شما انتخاب کردم باز از همین کتاب‌های معروف دانشمندان مذکور، حدیثی است از کتاب الاربعین نوشته ابو حامد اسفراینی، روایت می‌کند می‌گوید پیغمبر اکرم فرمود اول من يدخل الجنه هی فاطمه سلام الله علیها، نخستین فردی که وارد بهشت می‌شود حضرت زهراست، یک زن است. ببینید یک زن میتواند به مقامی برسد که اولین شخصی است که او وارد بهشت میشه، نه به گفته یک نفر فرد عادی، به سخن پیغمبر، به گفته رسول الله. اینجا دیگه جای مسئله مرد و زن مطرح بودن نیست، مسئله عزیز بودن در نزد خداوند است. گرچه پیغمبر عزیز است، گرچه علی مرتضی عزیز است، گرچه ائمه اطهار عزیز است، ولی در عین حال به دو دلیل رفعت شأن حضرت زهرا در این مسئله رعایت شده. مسئله اول فاطمه ام و ابی هاست، فاطمه ام الائمه است و مادر مقدم است در تقدم برای ورود در بهشت. حتی ام ابی ها لقبی است که پیغمبر به فاطمه داد، مادر پدرش، یعنی مادری میکرد در حق حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ام الائمه هم لقب حضرت زهرا. دوم صرفا به خاطر ام بودن و مادر بودن نیست، شخصی خدمت امام جعفر صادق علیه السلام، امام ششم ما، رئیس مذهب ما، دانشمند بزرگ به اصطلاح جهانی، یعنی حتی اونایی که شیعه نیستن ولی مسلمونن، اونهایی که حتی مسلمون نیستن ولی با انصافن، اعتراف کردن که یک اعجوبه‌ای بوده از حضرت صادق در علم و دانش، در کمال و در معرفت و عرفان. امام صادق در مسجد مدینه نشسته است، یکی از شاگردان و راویان وارد میشه، سوالی رو مطرح میکنه، ابن رسول الله مسئلتون، سوال اینه ای فرزند رسول خدا، ای امام صادق، ای رئیس مذهب شیعه، آیا مقام شما در نزد خدا بالاتر است یا منزلت مادرتان فاطمه زهرا؟ عرض کردم قبلا خدمت شما، حضرت صادق چندی اندیشید، یعنی نخواست فورا جواب بده، بگن این از روی تأمل نبود یا بهانه کنن بگن این از باب تعارف بود. شروع کرد فکر کردن، در خودش فرو رفت، فکر کرد، اندیشید، آنگاه سرش رو بلند کرد، فرمود منزلت و مقام زهرا سلام الله علیها از من در نزد خدا بالاتر است. بنابراین نشون میده که حتی یک بانو، یک زن، یک دختر 18 ساله میتونه اگر به خدا متوسل بشه، میتونه اگر در مسیر خدا حرکت کنه، اگر به امر خدا گوش بدهد، فرمان خدا را اطاعت کنه، میتونه به مقامی برسد که از امام صادق رئیس مذهب تشیع هم مرتبه و منزلتش بالاتر رود. در اینجا هم
حدیث از علماء اهل سنت است، ولی مطابق با اون چیزی است که ما هم معتقدیم، شیعه هم معتقد است که اول من يدخل الجنه هي فاطمه، نه ابراهیم، نه رسول الله، نه علی ابن ابی طالب، اولین کسی که وارد بهش می شود یک زن است و او حضرت زهرا سلام الله علیها است. حدیث آخری که برای شما در نظر گرفتم باز از کتاب‌های معتبر اهل سنت هست، کتابی است از محمد ابن طلحه شافعی، از علماء شافعی مذهب. این آقای محمد ابن طلحه شافعی روایت می‌کند، می‌گوید قال الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فی حق فاطمه، پیغمبر اکرم در حق حضرت زهرا فرمود انها سیدت و نساء العالمین و انها سیدت و نساء اهل الجنه. حالا بعضی از بیسوادهای دیگر بعدش اومدن میگن نه اون زوجات النبی مثلا امهات المؤمنین بودن فلان و فلان مقامشون بالاتر. بابا این کتاب معروف علماء اهل سنت است، محمد ابن طلحه شافعی از محدثان بسیار مشهور است. خودش میگوید که پیغمبر اکرم فرمود فاطمه بانو و سر، یعنی در واقع سردمدار زنان عالم و جهان است و فاطمه بانو و سیده زنان اهل بهشت است. باز سند نه فقط از کتاب‌های شیعه است بلکه از کتاب‌های غیر شیعه و دانشمندان اهل سنت. از مجموعه این احادیث و روایات به این نکته پی می‌بریم که واقعاً مقامی که حضرت زهرا داشت بالاتر از اون بود که بگوییم چون دختر پیغمبر بود به این مقام رسید، به دلیل اینکه پیغمبر سه دختر دیگر هم داشت، اما درباره اونها این روایات نیامده است. نباید بگوییم چون حضرت زهرا همسر علی مرتضی است، علی مرتضی بعد از فاطمه زهرا همسر دیگری هم اختیار کردند، این مطالب درباره اونها بیان نشده است. اون چه که باعث شد زهرا را به آن مقام برساند اخلاص آن حضرت بود، اطاعت از پیغمبر و خدا، فرمان برداری از پروردگار متعال، در خط خدا قرار گرفتن. این که انسان حاضر بشه هوای نفسانیش را فدا کنه به خاطر فرمان حق تعالی. روزی علی ابن ابی طالب گوشه خونه نشسته بود بعد از اون جریانات رسم خلافت، فاطمه زهرا هم نشسته بود. بالاخره انسان از گاهی حوصله‌اش سر میره. حضرت زهرا عرض کرد یا علی ابن ابی طالب تا کی میخوای کنار خونه زانوی غم در بغل بگیری و حقمون غصب شده باشی؟ به غیرت علی ابن ابی طالب برخورد، حضرت بلند شد، شمشیر ذوالفقارش را که مدتی در انبار گذاشته بود دوباره آورد، آمادش کرد، به کمر بست، لباس رزم پوشید، حرکت کرد به طرف در خانه. به در خانه که رسید صدای مؤذن بلند شد که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. علی ابن ابی طالب لحظه ایستاد، رو کرد به فاطمه، فرمود فاطمه جان بخواهی بروم حقت را بگیرم، قدرتش را دارم، میروم به هر قیمتی شده حقت را میگیرم، اما اگر میخواهی این ندا، این صدای ملکوتی شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر تا قیامت بماند، باید از حق خودت بگذری، یعنی از حق خودت به خاطر حق الله بگذری. دلش هم روشن بود. حضرت علی میرفت میجنگید، مبارزه میکرد، در بین مسلمان ها طبیعتاً نزاع ایجاد میشد، این نزاع به اختلاف کشیده میشد، ممکن بود یکی پیروز بشود، ولی روم شرقی در آن زمان در کمین نشسته بود که بعد از رحلت پیغمبر مسلمان ها به جون هم بیفتند، با هم اختلاف کنند، بجنگند، نزاع کنند
و این نزاع اونها را ضعیف کنه، با یک حمله بیاین جزیره العرب را دوباره تصرف کنن و اسلام را ریشه‌کن کنن. این هدف قیصر روم شرقی در آن زمان بود، منتظر این اختلاف بود. و علی ابن ابی طالب آگاه بود که اگر اختلاف داخلی اوج بگیرد، شعله ور شود، کل اسلام قربانی خواهد شد، نابود خواهد شد. حضرت زهرا میدونه این مسائل سیاسی را، لذا این سخن امیرالمومنین خیلی کارگر افتاد. حضرت زهرا اشک از چشمش جاری شد، فرمود علی برگرد، من از حق خودم گذشتم به خاطر بقاء نام خدا و نام رسول الله. این اخلاص برای خدا، این کار برای خدا، این حرکت برای خداست که نورانیت میدهد به وجود یک انسان و او را به عنوان یکی از اولیاء الله قرار میدهد، خواه مرد باشد خواه زن. من بیش از این وقت عزیز و شریف شما را نمیگیرم. شبهای عزاداری است، امروز روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و انشاءالله باید از بیانات و از اشعار بسیار دلپذیر مداح عزیزمون و فاضل ارزشمند و استاد بزرگوار که بزرگترین لقب به نظر من برای هر انسان شیعه مداح اهل بیت است، این بالاترین لقب است، بزرگترین فقیه شیعه، صاحب جواهر الکلام، 40 جلد کتاب نوشت در فقه، یک روز دم حرم شاعر اهل بیت را دید که مدح اهل بیت می کند. فرمود فلانی حاضری من ثواب همه کتابهای فقهی 40 جلدی که نوشتم به تو بدهم و تو ثواب یک شعری که در فضیلت امام حسین خوانده ای و سروده ای به من بدهی؟ حاضری؟ خیلی مقام و مرتبه است و عزاداری در پیشگاه خدا برای آل عبا و برای اهل بیت بسیار مقام رفیع است. خودتان قدر خودتان را بهتر بدانید. کسانی که مدح و ثنای اهل بیت می کنند، کسانی که با این فضیلت و استادی در رشته‌های مختلف ترجیح می‌دهند در مدح اهل بیت عصمت و طهارت مدیح سرایی کنند، در نزد خدا خیلی مقام و مرتبه دارند. به هر حال ان شاء الله از مدایی‌ها و سخنان ایشان و اشعار ایشان استفاده خواهید کرد. من بیش از این وقت شما را نمی‌گیرم و با چند دعا بر عرض خودم خاتمه می‌دهم. خدایا پروردگارا اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرما، پرچم پر افتخار اسلام در سراسر جهان به اهتزاز در آور، قلب نازنین مولا امام زمان علیه السلام از همه ما راضی و خوشنود بفرما، ثوابی از این مجلس و محفل نثار ارواح گذشتگان مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر آید و واصل بفرما، همه مریضان مخصوصا اونها که التماس دعا گفتند لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشان، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما، به نبی و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهری. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب العالمین و یا خیر الناصرین. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی وارسته فرمود اگر آتش به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری، اگر مهر علی در سینه اد نیست بسوزی گر هزاران پوست داری. ای مه عصمت و حیا زهرا،
ای چراغ خدا نما زهرا، ای صفای کلام خیر کثیر که به احمد شدی عطا زهرا، من به جنت از آن خوشم که شنید بوی آن از تو مصطفی زهرا، آن که جان جهان فدایش باد گفت جانم تو را فدا زهرا، گر به مریم کنم تو را تشبیه نیست تشبیه من به جا زهرا، مریمی در جهان نبود که بود پرچم عصمتت به پا زهرا، او ز زنهای عصر خود سر بود رتبه اش نزد کبریا زهرا، لیک هستی تو عصمت الله فرد ز ابتدا تا به انتها زهرا، بهر مهمون نوازیت جبریل از بهش داورد قضا زهرا. اجازه بدید از زبان خودش بگم، منم استاد دانشگاه عصمت که هر عصر از عصر امتحانم، حیات تصویر سیمای کنیزم، ادب نقش غلام آستانم، چراغ کاروان انبیایم، امام اولیا را هم انانم، منم اون کس که در جسم محمد به نص گفتش روح و روانم، منم شب زنده دار بی قضایی که سائل سیر خفت از قرص نانم، چو پا در دامن محشر گذارم جهنم را به جای خود نشانم، منم شب زنده دار بی قضایی که سائل سیر خفت از قرص نانم. این حضرت زهرا داره میگه مواظب باش دست خالی امشب ندید. نه امشب اصلا نمیگذارن ما دست خالی بریم، مگه میشه؟ منم شب زنده دار بی قضایی
چه سائل سیر خفت از قرص نانم، نشد یک بار جانم، نشد یک بار در دوران عمرم که از خود مستمندی را برانم. این قصیده شاید در حدود 100 بیت دیگه داره، براتون نمیخونم چون نمیخوام وقت گرفته بشه. اجازه بدید قولی که دادم امشب توسلمون به حضرت زهراست که میدونید شام غریبانم هست و از شب زفاف امیر المؤمنین تا امشبی که میخواست بدن زهرا رو دل خاک ببره من یه ابیاتی تقدیم کنم. اون تا تقاضام اینه برادرها اون جایی که میبینید به ذهنتون شعر عرض کنم که بهتون راه میده و من عرض کنم که زمزمه کنید و انشالله وعده هممون در میت فقیه بزرگوار حضرت حاجی حسینی نسب انشالله مدینه منوره در محضر شما خواهران و برادران دلباخته اهل بیت. شرطش یک صلوات امام زمان پسنده. الله و این شنیدم که رسول متعال مصطفی مظهر حق جل جلال در شب عشرت زهرای بتول با زنان قرشی گفت رسول. چی گفت؟ یک شبی بیش نباشد به جهان دختری را که عروس است و جوان، موسم شادی و وجد و طرب است لیک از قصه دلم در تعب است. چرا یا رسول الله؟ فرمود چون عروسی مه برج حیاست مادر فاطمه من به کجاست؟ زنها عروس امشب مادر نداره، فاطمه چون که ندارد مادر احترامش بکنید افزونتر. هاشمیات برش جمع شدن همه پروانه اون شمع شدن. قرار شد با من زمزمه کنید. اون یکی گفت چراغا رو زود خاموش میکنی. اون یکی گفت منم خواهر او، دیگری گفت منم مادر او. اون یکی گفت کنیزش باشم خادم جان عزیزش باشم. آن یکی سرمه به چشمانش کرد، دیگری لطف فراوانش کرد. عنبر و مشک نثارش کردن. عجب شبی بود اون شب، تا که بر ناقه سوارش کردن، گیسوی هور مهارش آمد، دوش سلمان چو قرارش آمد،
ناقه چون پای نهادی به زمین فرش گردید چنون عرش برین. همه گفتن که ماشا الله و که لا حول ولا قوت الا بالله. پس شما هم ز پی این برکات بفرستید به زهرا صلوات. ون یکاد است که هورون خانند عود و اسبن غمی سوزانند. ساکنان حرم لم یزلی وردشان بود همه ناد علی. ناد علی مظهر العجائب تجد هون لکف النوائب کل هم و غم سینجلی به ولایت که یا علی یو یا علی یو به ولایت که بلندتر به فلایت که یا علیو یا علیو یا. شادمان باش علی اعلا که شدی همسر و تای زهرا. پس شما هم ز پی این برکات بفرستید به زهرا صلوات. دست بر سینه خود جبرائیل، حواست به منبر باشه، دست بر سینه خود جبرائیل با ادب بود چنان میکائیل. آقایان خانم ها حضرت آجای حسینی نسب با چنین عزت و با این اقبال فاطمه کرد نزول اجلا. عروس اومد خونه داماد. این درس برای همه آقایون خانم ها. حرکات پیغمبر، کلمات پیغمبر الگوس برام. عروس آمد خانه داماد، پی دیدار عروس و داماد آمدی ختم رسول فخر عباد. دست زهرا را دست زهرا را اون مهر جلیل داد بر دست خدا. دست کی؟ علی. یه نگاه کردید فاطمه پیراهن کهنه برشه؟ آخه وقتی داشتن میوردنش بین راه یه خانومی صدا زد فاطمه داری خانه بخت میری. اینم یه قصیده متولی داره، نمیخوام براتون بخونم. گفت خانم داری خانه بخت میری با چنین جاه و با این عزت و جاه، امشب ای خاتون محشر سرفراز. لکن ای محبوب حی ظلمنن، من پریشانم ندارم پیراهن. تا نام پیراهن شنید زهرا پیاده شد، گفت دورمو بگیرید. دورشو گرفتن، پیراهن از تن برون کرد در زداد، با دو صد اکرام بر سائل بداد. پیغمبر دید فاطمه پیراهن کهنه برشه، گفت بابا جان الان که می اومدی پیراهن نو برت بود. گفت بابا پیراهن نو تو چه کردی؟ گفت بابا راه خدا داد.
هنوز چرا پیرن کهنه تو ندادی؟ عرض کرد بابا تأسی به تو کرد. تو گفتی اگر میخوای در راه خدا انفاق کنی، اونی که خیلی دوست داری در راه خدا بده. پیغمبر بغلش فرمود راستی زهرای من انفاق کرد، این کرم را شهره آفاق کرد. دست فاطمه رو گذاشتی دست علی، گفت با فاطمه خیش رسول طیبه طاهره زهرای بتول. بابا جان امشب میخوام ازت یه خواهش کنم. بگو بابا جان. گفت بابا خواهشم هست تمنا نکنی از علی هیچ تقاضا. از علی هیچ تقاضا نکنی، مبادا از شوهرت چیزی بخوای نتونه برات فراهم کنه، خجالت زدت بشه. بابا خواهشم هست تمنا نکنی از علی هیچ تقاضا نکنی، چیزی از حیدر صفدر مطلب که بیفتد به غم و رنج و تعب. فاطمه علی خوب شوهریست برات بابا، قدر این علی رو بداد. بعد رو جان به حیدر بنمود، لب چون غنچه خود را بگشود، گفت علی این امانت ز من و یزدان است، دو سه روزی به تو مهمان است. علی بدون قدر این گلم رو بدون، عمرش خیلی کوتاه. هن مبادا که شود افسرده، گل رویش نشود پژمرده. فرمود همه زنها برن، هر که دنبال عروس و داماد آمده برگرده. همه رفتن، عروس و داماد و دست به دست داد، در حجره رو باز کرد. از در حجره اومد بیرون، دید یه زن تو تاریکی سر به دیوار گذاشته، میگه مظلوم زهرا. پیغمبر نهیبش زد، مگه نگفتم غم برن؟ سلام کرد، یا رسول الله من اسماء بنت امیسم، روزی که خدیجه از دنیا میرفت خیلی گریه کرد. خیلی عذر میخوام اگر دختری مادر از دست داد. سبب گریه سوال کردم را رسول الله، گفتم خدیجه جان چرا اینقدر گریه میکنی؟ صدا زد اسماء گریه میکنم برا دخترم فاطمه، دختری که شب عروسی مادر نداره، مثل مرغ پرشکست. اگه تو بودی بمان پیش فاطمه، فاطمه من احساس بی مادری نکنه. یا رسول الله اگه اجازه بدی میمانم، اگرم اجازه ندی میرم. فرمود منو یاد خدیجه انداختی. خدیجه خوب زنی بود، خدیجه بود که دست گلی مثل فاطمه برا من آورد. گفتن دوباره پیغمبر برگشت، در حجره رو زد، فرمود علی من رفتم،
از این امانت نیکو نگهداری کن، از این وصلت 9 بهار گذشت، یعنی 9 سال از اون شب تا امشب. امشب از علی سوال کردن، علی بهترین لحظات زندگیت فرمود قدیر. سوال کردن سخت‌ترین لحظه و شب زندگیت، گفت شبی که بدن فاطمه رو قوس بود. امشب علی بدن زهرا رو قوس بود. نیمه دل شهر چند تا بچه یتیم دارن به قد و بالای مادر 18 ساله نگاه. بدن رو غسل داد، کفن کرد، دید بچه ها خیلی پریشانن، صدا زد یا حسن یا حسین یا زینب یا کلثوم، هلمو و تزودو من امکم، یعنی بچه ها بیایید یه بار دیگه مادر رو ببینید. بچه ها دویدن، اول کاری که امام حسین کرد، آقایان خانوم ها خم شد، صورت کف پای مادر گذاشت. امام مجتبی رو سینه مادر، دختری که مادر داری داغش رو نبینی، بمیرم برای زینب 4 سالم دور مادر میگه. چند تا پیر مرد اومدن بدن زهرا رو برداشتن، علی جلو جنازه داره گریه میکنه. امشب بچه ها 2 چوب خرما روشن کردن جلو جنازه مادر، امیدوارم دختری نبینه بدن مادر رو. شب دارن میبرن، دارن بدن رو میبرن، یه وقت علی دید یکی پشت جنازه میگه مظلوم مادر. حسن جان برو ببین صاحب ناله کی رفت و برگشت، گفت آقا جان خواهرم زینبه. اومد بغلش گرد، گفت بابا مادرت دشمن داره، مگه نمیدونی گفته بدنم رو شب بردار، نمیخوام کسی به فهم بیاد تجیه جنازم، بلند بلند گریه نکن. بدن را آورد بقی امشب، حالا بقی یا خانه پیغمبر، روایت در این مسئله زیاد، حالا هر کن آورد بدن، بهتر از من میدونید امیرالمومنین امشب هر چه کرد بدن زهرا رو دفن کنه دید نمیتونه. علی با اون عظمت هر چه کرد دید نمیتونه بدن زهرا رو دل خاک ببره. همه نوشتن صلا رکعته، علی کنار بدن زهرا 2 رکعت نماز خوند. سلام نمازو که داد. حالا شما منظره رو در بلای جلوی چشمتون مجسم کنید، میخواد این بدن رو دل خاک ببره، بچه ها وایستدن دارن به بدن مادر نگاه میکنن، سلا رکعتین سلام نمازو که داد، گفت خدایا صبرم بده من بتونم بدن این مادر رو دل خاک ببرم. برخواست. در دفن زن 2 تا محرم لازمه. علی رفت دل قبر، بدن زهرا رو به سختی برداشت، همچین که اومد سرازیر قبر کنه، یه وقتی 2 دست پیغمبر نمایان شد. تا دست پیغمبر رو دید میدونی یاد چه شبی افتاد؟ یاد اون شبی افتاد که پیغمبر فرمود این امانت، از این امانت نیکو نگهداری کن. تا چشمش به دست پیغمبر افتاد صدا زد یا رسول الله
لقد استرجعت البدیعه و اخذت الرهینه و اختلست الزهرا. یا رسول الله بگیر امانتت را، زهرای تو راحت شد. خانم ها آیان شاید صدا زده یا رسول الله اون شب با امشب چند تا فرق داره. آهی میکشه، حالا میخواد چراغ خاموش کنی یا علی بده. اون شب با امشب چند تا فرق داره، اون شب صورتش سیلی نخورد، اون شب پهلوش شکسته نبود، اون شب بازوش ورم کرده نبود. یا رسول الله اون شب چند تا بچه یتیم ندارد. یا رسول الله بپرس از فاطمه با او چه کردن، اگه ازش سوال نکنی به شما هم نمیگه. آهی میکشین، از سادات عذر میخوام. یا رسول الله سیلیش زدن، درد دلشو به من نگفت، تازیانش زدن به من نگفت. شبها تا صبح از درد پهلو نمیخوابید، درد دلش رو به من نگفت. من فیضم رو بردم از این مجلس، اشکم هم خودم ریختم و حالی گرفتم و خدا خیرتون بده. من فقط از شما زن اومد یه سوال دارم، از حضرت حاج آقای حسینین هستم. سادات مجلس، علی دو دست پیغمبر رو کنار قبر فاطمه دید، گفت یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. بگیر یا رسول الله، این همون امانتی است که دست من سپرد. علی دست پیغمبر رو دید، گفت من میخوام سوال کنم زینب کنار گودال قتلگاه چی دید؟ که صدا زد یا رسول الله هازا حسین و کمرم مقدس و لعزا مجزوز و رس من الغفا مسلوب الامامت و ردا. کنار قبر زهرا عباس امشب اومد زیر بغل علی رو گرفت، نمیدونم بگم یا نه، حق شهدا میکنی یا نه، اومد زیر بغل علی رو گرفت، از قبر فاطمه بلند کرد علی رو. اما کنار گودال انقدر زینب رو زده، ببینم ببینم برات خانم، انقدر سیلیش زدن، انقدر تازیانش زدن، سکینه درد خودش رو فراموش کرد. هی میگو بابا چرا بلند نمیشی؟ بابا بلند شو ببین عممو کشتن. بمیرم برات، بمیرم برات، ابتا انظر الى رؤوسنا المكشوفة و الى امتی المضروبة. نمیدونم حالا حالشو داری، من که دیگه بغض گلومو گرفته، خدا گواه حال دیگه خون نفس کشیدن ندارم، ولی ازشون یه مددی میگیرم. شب شام غریبانه، حضرت زهراست، پسرش حضرت بقیت الله در مجلس حاضره و قطعا بدونید، عرض کنم که بخواید از چی میخواید، از چیز کم هم نخواید، در خونه اهل بیت که میرین چیز کم نخواید، هر چی میخوای بخواید. قطعا بدونید این دامنا و این دستا رو پر میکنه از فیض. وقتی امشب برگشتن تو خونه، آی دختری که مادر دید، وقتی برگشتن تو خونه زینب زبان گرفت،
من حالا یه بیتشو میخونم، اگه حالشو داشتی جواب دادی بند دومشم میخونم. حالا نمیخوادم بیای جلو سینه بزنی، همونجا که نشستی بزن تو سینه. مادر چرا دیگر نمی آید صدایت؟ مادر چرا دیگر نمی آید صدایت؟ جان داده یا که خدا داده شفایت؟ فروغ دیده علی اول شهیده علی مظلوم مادر مظلوم یه بار دیگه مظلوم مادر مادر جان دیشب نشستی گیسویم را شانه کردی دیشب نشستی گیسویم را شانه کردی امشب چرا در زیر گل کاشانه کردی دیشب گرفتی اشکم ز دیده دیشب گفتی مادر گریه نکن دیشب گرفتی اشکم ز دیده امشب زداغت رنگم پریده مظلوم مادر به به یه بار دیگه مظلوم مادر اجازه بدین به احترام حضرت بقیت الله من این که من ایستاده بخونم مادر جان دیشب دعا کردی اجل جانت بگیره اینو زمزمه کن همه بگی دیشب دعا کردی اجل جانت امشب دعا کن دخترت زینب بمیر دیشب گوش بده دیشب دعا کردی اجل جانت نمیگی دیشب دعا کردی اجل امشب دعا کن دخترت زینب بمیرد امشب دعا کن دخترت دیشب تو بودی برگرد طفلان امشب تمامی سردر گریبا مظلوم زغر مظلوم حالا که اومدی ایستادی به احترام حضرت زهرا یه خودی بیا جلوتر یه
خود بیان جلوتر، الان خودتو بقی ببین، نمیگذارن پشت بقی کسی برای فاطمه گریه کنه، تو مدینه نمیگذارن کسی برای فاطمه سینه بزنه، اما تو این شهر، تو این بلاد، تو این نقطه از این زمین، کره زمین، در این لحظات روحانی و نورانی، تو الان دلتو بردی مدینه، این چند تا سلام رو با من بگو، سینه رو بزن، انشالله قطعا بدون که حاجت روایی. همچنان که داری سینه میزنی، مریضا یادت نره، گرفتارا یادت نره، اونا که گره به کار دارن یادتون نره، اونایی که التماس دعا گفتن یادتون نره. سلام ما، سلام ما، فقط شما همینو بگید، بقیه شو من میخونم، شما بزنین تو سینتون. سلام ما، سلام ما، به رحمت و به جود تو. سلام ما، بزن تو سلام ما، سلام ما، به رحمت و سلام ما، سلام ما، به صورت کبود تو. سلام، جواب بده دوباره، سلام ما، به رحمت و به جود تو. سلام ما، سلام ما، به صحنه مدینت. سلام ما، سلام ما، به خون زخم سینت. سلام، به رحمت و به جود. سلام ما، سلام ما، سلام ما، سلام ما، به قلب پر ز داغ تو. سلام، به رحمت و سلام ما، به رحمت و سلام ما، سلام ما، سلام ما، سلام ما، به قبر بی چراغ تو. سلام، سلام ما، سلام، به رحمت و به جود تو. سلام ما، سلام ما، به عشق چشم دخترت. سلام ما، سلام ما، سلام ما، سلام ما، سلام ما، به ناله های شوهرت. سلام ما، یا حضرت زهرا صدیقه کبرا، یا حضرت، دستت بره بالا، خجالت نکن، کبرا، یا حضرت زهرا، یا حضرت زهرا صدیقه کبرا، یا حضرت، یا حضرت، کشتن زهرا را، همسر مولا را، کشتن همسر مولا را، کشتن زهرا را، وای وای حسین، وای 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 حسین، وای وای وای، عباسم، عباسم، رفتی تو ز دستم، عباسم، جواب بده، عباسم، عباسم، یا حجت ابن الحسن، عجل على ظهوره، یا حجت،
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بلا و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. یه بار دیگه همه بگیم اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به ای املو امبوک علموک. به امشبه علی کنار بدن زهرا، به عشق چشم بچه های زهرا، به دل سوخته حضرت بقیت الله ده مرتبه یا الله. به امشبه علی ما رو بیامرز. آمین گوی بلند گفتن رو اونی که آمین بلند میگه به امشبه علی حاجت روا بگردان. به امشبه زینب مریضامون شفا بده. به امشبه حسین و حسن بچه های ما رو در مسیر اهل بیت قرار بده. به اشک چشم علی جوانهای ما رو در پناه خودت از جمیع خطرات مسنون و محفوظ بدار. به امشبه علی داغ بچه هامونو به دلمون مگذار. به امشبه علی بدن خودمون عزیزانمونو به دردهایی که درمون نداره مبتلا نکن. به اشک چشم زینب قسمت میدهیم اونایی که گرفتار مرضهای صعب العلاجن لباس عافیت بپوشن. به امشبه آی مردم خدا گواه هر چی هست میگن مال دنیا، نمیگن مال ما، میگن مال دنیاست. همه برام بعد بگذاریم بریم، ماشین ثروت پول تو بانک همه رو باید بگذاریم بریم. اونی که میمونه این مجالسه، اونی که یه دونه آجر برای مسجد میده، یه دونه آجر تو یه پی این یه مسجد به کار میده، هر کسی میره تو اون مسجد نماز میخونه، خدا به اندازه اون یه دونه آجر به اون فیض نمیده که او کریمه. اما هر کی بره نماز بخونه بیاد بیرون، تو فیضشو میبری. مردم نگذارید این مراکز خلاصه دستشون خالی بمونه. خدا گواهه تا اونجا که در حد امکانت هست بده، ولی یعنی کمک کن. اگر کمک نکردی عرض کنم فردا افسوسشو من و شما میخوریم. خدایا توفیق بهمون بده اونایی که قدمن، قلمن، جانن، لسانن به این مساجد، به این مجالس، به این حسینی ها، به این یا حسین گفتن ها، به این یا زهرا گفتن ها کمک میکنن، خدایا تو کمکشون کن. خدایا به حقیقت امیر المومنین اون پدر و مادرانی که ما رو با نعمت ولایت تربیت کردن الان زیر خاکن، همه شنو بیامرز. آن پدر و مادرانی که قید حیاتن سلامتی طول عمر عنایت بفرما. خدایا قلب نازنین امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. لباس فرج بر اندامش بپوشان. این اشکا و این مجالس و این صفای امشب رو ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب قبل از آنی که سلام پایان برنامه